بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند به همه شما برادران عزیز و خدمتگزار و زحمتکش به برکات روح پرفتوح امام عزیزمون و با دعای خیر اون قلب رؤوف و مهربان که همیشه به شما اظهار علاقه می کرد و محبت خدمتگزاران در اون دل پر از رأفت و رحمت خانه داشت، به امروز هم دعای اون بزرگوار انشاءالله شامل حال همه ما و شماست. خداوند جزای خیر بدهد و شما رو مشمول عنایات و رحمت خود قرار دهد. امام کبیر ما، برادران عزیز، عصر جدیدی را آغاز کرد. ما امروز که دلهامون، جانهامون لبالب از حسرت فقدان اون عزیز بی همتای امت اسلامی است، بزرگترین وظیفمون این است که مشخصات این عصری را که امام آغاز کردند و ملت رو در فضای اون قرار دادند و به جهان آن رو اعلام کردند بدانیم و این مشخصه ها رو حفظ کنیم. عزاداری واقعی اون وقتی است که ما به این فریضه عمل کنیم. این عصری که امام بزرگ و عظیم الشأن ما آغاز کردند مشخصه هایی داره که عمده اون مشخصه ها عبارت است از بخشیدن روح عزت و استقلال و استغناء و اعتماد به نفس به ملتی که در طول سالیان متمادی سعی شده بود که اعتماد به نفس از او گرفته بشود، استقلال او مورد دست برد قرار بگیرد، اعتماد به نفس او به کلی از بین برود و دیگران بر سرنوشت او تسلط پیدا کنند. این یکی از مشخصه های این عصری است که در تاریخ ما و برای ما امام به وجود آوردند. اینجا همون مملکتی است که رئیس جمهور آمریکا کمک چند ده میلیونی خود به دولت اون را متوقف کرده بود بر اینکه باید فلان کس
فلان شخصیت که وابسته به آمریکاست در رأس دولت قرار بگیره. اینجا همون مملکتی است که آمریکا قدرت زورگو و گردن کلفت جهانی رئیس این کشور را رعیت خود می دانست و با او رفتار یک رعیت را می کرد. اینجا همون مملکتی است که برای تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی آن، آراء مردم، افکار مردم، خواست مردم، ایمان مردم، دلبستگی های مردم هیچ تأثیری نداشت. این همون مملکت. دست قدرتمند معمار انقلاب و پدر جمهوری اسلامی این کشور رو تبدیل کرد به کشوری، این ملت رو به ملتی که بزرگترین و سنگینترین تحقیرها رو نسبت به همون قدرت‌های گردن کلفت قلدر دنیا در طول این 10 سال روا داشت. همه دنیا هم به اون اعتراف کردن. هیچ ملتی تا حالا رژیم مستکبر زورگوی آمریکا رو مثل ملت ما تغییر نکرده. این همون کشوره، این همون سرزمینه، اما 180 درجه تفاوت کرده. این یک مشخصه، اینو باید حفظ کرد، این عزت رو باید نگه داشت، این میراث امامه. اگر ما امام رو دوست داریم، اگر جای خالی او برای ما تلخه، این جای خالی چجوری پر خواهد شد؟ راه او باید ادامه پیدا کنه. مشخصه دیگر این است که این عصر جدیدی که امام به وجود آوردند اصل عصر گرایش و احترام به ارزش‌های انسانی است، احترام به عدالت، احترام به حریت انسان، احترام به اصل انسانیت، احترام به آراء مردم، احترام به مردم. همون شخصیت با اون عظمت که دیگه امروز دنیا و دشمنان او هم به عظمت او اعتراف میکنن، میگفت اگر به من خدمتگزار بگویند برای من بهتر است از این که به من رهبر بگویند. راست میگفت، تعارف نمیکرد، تظاهر نمیکرد. او همین اندازه برای مردم احترام قائل بود که خود رو خدمتگزاری بدانه برای مردم. ما دیگه سراغ نداریم در دنیا، در تاریخ. حرف زیاده، تعارف زیاده، ادعای حقوق بشر زیاده، اما صادقانه نیست، واقعی نیست. امروز ادعای طرفداری از حقوق بشر رو دولت‌هایی می‌کنند که بزرگترین اهانت‌ها رو به بشر همون‌ها دارن می‌کنند. داعیه آزادی بیان و فکر رو در دنیا اون رژیم‌هایی بلند کردند که بزرگترین اختناق‌ها و استبدادهای عالم از
آثار وجود شوم اونهاست. کی از اختناق چند ده ساله رژیم پهلوی در ایران حمایت میکرد غیر از آمریکا و انگلیس؟ اون وقت آمریکا و انگلیس ادعا میکنن که طرفدار حقوق بشر و آزادی بیانن. امروز در آفریقای جنوبی، در بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا، در سرزمین‌های اشغالی مقهور به دست غاصبان صهیونیست خبیث، بزرگترین اختناق‌ها، سیاه‌ترین رژیم‌ها به پشتیبانی کی دارن حکومت می‌کنن؟ اسرائیل که میاد جنوب لبنان رو بمباران میکنه و مرکز عده‌ای کودک رو ویران میکنه و کودکان رو تار و مار میکنه، یعنی جنایت بارترین حرکتی که یک رژیمی ممکنه انجام بده به پشتیبانی کی این کار رو میکنه؟ اگر پشتیبانی آمریکا از اسرائیل نبود، اسرائیل امکان ادامه حیات نداشت. در حقیقت آمریکاست که داره جنوب لبنان رو بمباران میکنه. که همین روز جمعه پریروز مجددن هواپیماهای اسرائیلی چندین دهکده و مراکز تجمع مردم غیر نظامی بی‌دفاع رو به بهانه‌های واهی بمباران کردن. اون وقت آمریکا و انگلیس و دولت‌های از قبیل اینها ادعای طرفداری از حقوق بشر و احترام به آزادی انسان می‌کنند. خب پیداست دروغه. احترام واقعی به انسان ملاکه. و اون جز در سایه اسلام امکان پذیر نیست به شکل کامل، و مظهر اعلاش همین مرد بزرگی بود که دست قدرتمند او امروز همه دنیا رو متوجه او و ملت او کرده که ما و شما هستیم. یکی از مشخصه های عصر جدیدی که امام به وجود آورد اینه: احترام به حقوق انسان ها، احترام به حقوق عمومی ملت، احترام به نیازهای مردم، احترام به انگیزه های مخلصانه طبقات مستضعف و فقیر جامعه که بارها بر روی این تکیه می کردن. اینو باید ما دنبال کنیم. من به شما برادرانی که، برادران و خواهرانی که از این سه سازمان امروز در اینجا جمع شدید، یعنی ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران و پلیس قضایی، من به شما عرض می کنم شما در این زمینه ها می توانید حقیقتاً برآورنده خواست های امام باشید و سعی کنید که باشید. پلیس، چه شهربانی و چه ژاندارمری، باید پناهگاه مردم باشه. این رو به یاد داشته باش. باید ملجأ مردم باشید شما. مردم باید اونجایی که چه در شهر و چه در بیابان پلیس رو می‌بینند احساس محبت و احساس آرامش کنه. امروز البته وضعیت نیروهای انتظامی ما با دوران گذشته از زمین تا آسمان تفاوت کرده. امروز نیروهای انتظامی با مردمن، در کنار مردمن، پشت سر مردمن.
هر چه می توانید باید این روحیه رو در خودتون تقویت کنید که شما برای مردمید. فلسفه وجودی نیروهای انتظامی اینه که بتوانند برای آسایش مردم و آرامش محیط زندگی مردم نظم رو برقرار کنند، مواظب باشند مردم دچار ناراحتی نشن. و برادران عزیز روحانی در عقیدتی سیاسی های نیروهای انتظامی نقش مهمی رو میتوانند ایفا کنند که به حمد الله مشغول هم هستند در ایجاد روح تقوا و پرهیز از زیاده روی در هر امری در نیروهای انتظام. و همچنین شما برادران عزیز پلیس قضایی که مظهر دستگاه قضایی هستید در رابطه با مردم، و مردم باید نشانه های عدالت در دستگاه قضایی رو از همین قدم اول که با پلیس قضایی روبرو میشن احساس کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام طبق اونچه که در ذهن بنده است از اون حضرت فرمودند که اون کسی که محکوم به مجازات های سخت هم هست شما به او نباید دشنام بدید و شتم کنید او رو. مجازات مجازاته، دستگاه عدالت برای مجرمین مجازات رو معین، همون اندازه مجازات باید اعمال بشود، نه کم نه زیاد. البته حاکم اسلامی میتوانه به مقتضای شرایط عفو کنه، اون مربوط به حاکم. مجری باید همون اندازه‌ای که مقرر شده اجرای مجازات بکنه، یک ذره بیشتر خلاف. همه شما برادران عزیز این رو به یاد داشته باشید، نیروهای انتظامی که با مردم دائما سر و کار دارند میتوانند مظهر هم عطوفت و محبت نظام باشند و هم مظهر تدبیر و مدیریت نظام. این دو عامل رو در کنار هم رعایت کنید. هم باید وجود شما و حرکت شما و تصرفات شما نشون دهنده عقل مدبرانه در نظام باشه، یعنی مجرم احساس نکنه که با یک دستگاه بیهوش و حواس روبروست که هر کاری هر کس دلش خواست میتونه انجام بده. نخیر، حساب و کتاب بر دستگاه حاکمه، چشمهای تیزبین و پنجه های نیرومندی داره دستگاه، مجرم رو پیدا میکنه و او رو گریبانش رو میگیره. اینو بایستی همه احساس کنن، هم خود مجرم، همون کسانی که نسبت به اونها یک جرمی یا جنایتی انجام میگیره. این یک طرف قضیه است. اون طرف قضیه هم باید مظهر عطوفت و ترحم باشید، مظهر محبت و وداد باشید. معلوم باشه که مأمور دولتی با کسی نظر شخصی نداره، عناد نداره. این دو جهت رو با هم رعایت. خوشبختانه ژاندارمری جمهوری اسلامی به نحوی و شهربانی به نحوی دیگه در طول این چند ساله خدمات خوبی کردن، بعضی در جنگ، بعضی در پشت جبهه، همچنین سازمان پلیس قضایی، و انشاءالله موفق باشید. اما بدانید در خلأ شخصیتی
مثل رهبر کبیر و فقیدمون، من و شما باید مضاعف تلاش کنیم. وقتی یک وزنه اون هم با اون ثقل و عظمت از میان ما برداشته شد، ما باید چه کار کنیم تا بتوانیم مقداری از این خلأ رو پر کنیم؟ باید نیرومون رو بیشتر خرج کنیم، تلاشمون رو بیشتر مبذول کنیم. این رو همواره به یاد داشته باشیم. و تمام دستگاه‌های کشور و تمام آحاد مردم به این نکته واقف باشند که جمهوری اسلامی و ملت ایران با ارمغان‌های ارزشمند و عطیه‌های الهی که امام به آنها داده قادر هستند بر تمام دشمنی‌ها و خصومت‌ها در سطح جهانی فائق بیاید. از آینده به حمد الله نگران نیستیم، راه رو روشن، هدف رو مشخص می‌دانیم و معتقدیم در این راه باید حد اکثر تلاشمون رو مبذول کنیم و از خدای متعال هم بایستی کمک بخوایم. خداوند انشاءالله به شما توفیق بده و شماها رو کمک کنه و در ادامه این راه مهم و الهی به همه ما توفیق و نصرت خود رو مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.